رو این که پوچه که موردی نداره آقا، حتی مورد دیده در رفته آقا، اینقدر دل داشته نشون به اینشون شیشه ماشینم پایین مونده آقا. پدره تو ماشین بود یا پسره؟ پدره آقا. آقا پسرم با یه زن و یه دختر رفتن تو این خونه. مطمئنی؟ بله آقا. از اونی که دنبالشیم الان تو این خونه است. بیاین. کردار عجب قلعه ای ساخته واسه خودش. آقا بیخیال، دیوار قلعه هرچی بلند باشه نمیتونه جلوی زبانهای خشم و اراده انسانو بگیره. جمله زیبایی بود، به جای حرفا قلاب بگیر به نام بره بالا. موردی نداره آقا، ولی اینو نامزدم خریده که هر کسی بشه واسه هم دردسر میشه. پیرن تو در بیار. اینم همون قبلا خریده. تو قلاب بگیر مسعود بره بالا. یالا ببینم. یا بیا بیا قلاب گرفتم بیا برات قلاب گرفته بودم. قلاب برای ماهیه بابا. چی میبینی؟ اینجا انقدر درخته چیزی معلوم نمیشه که. برو تو. آقا بالا رفتنش کاری نره، تو رفتنش سخته. میگم بازی نکن، برو بالا. یه دقیقه بذار من تمرکز کنم ببینم یه قلق میتونم پیدا کنم برم تو. ببخشید واقعا اینا منو تعقیب کردن حتما. نه بابا عزیزم راحت باشی، بالاخره این اتفاق میفته. نه یعنی میگم اگه اتفاقی بیفته با استبانیش منم بخاطر من میفتیم تو دردسر. عزیزم بار اولمون که نیست. خوشگلم شما کافه گلاسه نمیخوری؟ آخه الان وقت کافه گلاسه خوردن خانومم. شما این بر وایسا نمیخوای زنگ بزنی پلیس؟ پلیس رو رو دیوار زنگ بزنم پلیس؟ می دست بیفته. بیفته چی؟ تو بخوام زنگ بزنی پلیس اومده تو. نه ما میمونیم اینجا درو قفل میکنیم تا بخواد پلیس برسه. اینا نمیتونن بیان تو. بابا اینا خشنن در بر میزنن همه چیو میشکنن. سوال دارم. بله. ما به پلیس زنگ نزنیم. اینجا هم که نمیتونیم بمونیم. از جون اینا هم که نمیتونیم رد شیم. میشه بگی چیکار کنیم؟ فکر کنیم. در آرامش نفسم میکشم فکر کنم. خانومی من برای شما یه کافه گلاسه درست بکنم؟ نه تو برای من مرگ موش بیار. اصلا نمیتونم تو رو ببینم، دلم میخواد خفت کنم. نمیتونم مال مادر شوهر بودنمه یا چی؟ آه اینا چرا اینجوری؟ مامان میشه تو این هیری ویری انقدر بپر و پایی نپیچی؟ شما حول کنید خودم ناکارشون میکنم. یه مقداری دمپایی برای من جور کنید، من خودم تکلیف اینا رو مشخص میکنم. اما دمپایی به چه درد ما میخوره؟ تو یادت رفته اون دمپایی چوبیه که سرش پروانه بود اینجوری موزی زدم خورد تو ملاجه؟ نفر دومشونم دیگه نمیشه کاری کرد. من میرم تو حیاط باهاشون درگیر میشم. شما اینجا باشین درو قفل کنین زنگ بزنین پلیس. خیلی ببخشید، دو ساعته دارم میگم درو قفل کنین بمونیم اینجا زنگ بزنین پلیس. من خنگم هی مخالفت الان چاره نداری. الان چه من میرم. نه من نمیذارم یه بادن چخ نمیتونه اجازه بده که بچش بره بلا سرش بیارن. اون دفعه که بلا سرت آوردن من نبودم. پس با هم بریم. دورت بگردم. من یه دور بیشتر بگردم. بریم. چیه؟ الو. چیه؟ الو. بله. بابا. بله. خوبی کجایی؟ ببین این طلبکارای گویا رو می‌بینی دم دروازه، می‌تونی دست به سرشون کنی؟ من خودم تو صندوق عقب گیر کردم. درم بسته شده. یک کلیدم افتاد پایین، نمی‌دونم کدوم گوری رفت. رفت زیر ماشین تو جون. ماش خودم. چی شد؟ بابا تو صندوق عقب گیر کرده، کلیدم افتاده تو جون. عزیزان شما با من نمیای؟ خانم اینا تو حیات هم مثل که شما باورتون نمیشه. نه ببینین کوهیار درسته کلا برداره بدیه، ولی خیلی شوهر دلسوزیه. برای رفاه من و این بچه یه خونه گرفته که دو دره، یه درش به کوچه پشتی راه داره. خدایا خدایا به بنده نگاه کن. من نمیدونم این بچه بیچاره من چه گناهی کرده که همچین زنگیرش اومده. ببینین من بیشتر نمیتونم معطل شما باشم. اگه میایین با من بیاین. آخ
سرعت نمیتونه. من خیلی با سرعت نمیتونه. ایم نداره این از اینجا دیگه راه من از شما جدا میشه. من اگر کوهیار دیدم حتما ماجرای شما رو بهش میگم. شما پیش شما هستی کجا؟ نه آخه من باید برم الان دیگه. عجله دارم. کجا عجله داریم؟ مگه کسی ما دسته ایبه ما دیگه؟ نه نه عزیزم، آخه یه رستوران اینجا هست، من گفتم تا نبسته برم سوشی بخورم. ای بابا وسط این جنگ تن به تن میخوای بری رستوران چی بخوری؟ سوشی غذای سنتی ژاپنی، سنتی آسیا شرقی هست. ژاپنی مال ژاپن. چی میخوای؟ چاپستیکتون. باشه مام نمیام. نمیخواد. من از دیگه بدبخ شدم جانم. طلبکارای کویا ریختن خونه همه فک و فامیل هم پیدا کردن. همه خونه رو داشتم که دیگه ندارم. من این بچه هم در بزن. نگو به بچه اینجوری میشنوه بابا باش ناراحت میشه. این حرفا رو نزن، میه پیش ما اشکال نداره. ما الان یه خونواده ایم، همه باید با هم بریم مگه نه؟ آخه شما این قضیهتون هم خیلی 100% نیست. چه حرفی هست؟ چه 100% نیست؟ مولا درزش نمیده. تاریخ تولد بچه، اون دلالی که بچه رو پیده کرده، پدر مادری که بزرگش کردن. اجازه میدیم لازم چون آزمایش بدیم؟ بله آزمایش بدیم. الان فعلا شما اینجا باشید، من برم ماشین بیارم. اینجا باشید، تکون نخورین. تکون شما از هر فاصله ای بری میشناسنه. ببین بذار من برم ماشین رو بیارم، چون بابا گفت سویچ افتاده پایین. آشیا یه 2 دقیقه قرار بود ما رو پوشش بده، این سویچ رو گم کرد رفت. گوهر بابا این اگه من دیده باشم تو هم با ماشین آمده دیدنت دیگه. راست میگی، من رو دیدن، نگاه رو که ندیدن. من نمیتونم پشت رول بشینم. خانم هم قرار نیست که پشت رول بشینی. ببین چون تو رو ندیدن یعنی لباسات هم ندیدن. بیا بابا بجنبی دیگه. اینا اگه الان به پلیس بندرعباس هم زنگ زده باشن دیگه الان هست که برسه. چرا هیچ کدومتون حرف منو نمیفهمه؟ آقا یک کدومتون بیاد پایین در بابا کنه من بیام تو. خب موردی نداره آقا، لباسامو نگاه، جواب نامزدمو چی بدم آخه؟ خب کم خفی شده. کفی بابا. بابا پا کفی خب چیزی جدان افتادن پای ما اینا. ببینم بابا سلام. این رفت این گولا خونه خواه رفتن. بمیرم برات. آی نستم آی کلم بشین ماما بشین. یه شاسی بلند، شاسی بلند از زندگیمون رفت بودون. نامستقد اونو دنبالش دادش بوده تو رو خدا. مای خودش اومد 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 وای وای چقدر تو قشنگ چقدر بهت میاد. پشت ماشین بول نکن، 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 بول
سر پیچ کن برو کن. تو برو بابا قلدش دستم نیاد. چی نیست از اینا بپرسه برای چی دارن ما رو تقیب میکنن؟ چی دارن میان دنبال ما؟ پولی که پسر کلا بردارتون ازشون برده میده. آها هیچ وقت حالا اینقدر قاده نشده بودم. ببخشید کلا اصلا کلا بردار نیست دیگه. برو بچه یواش میگم خدمت مدیریت. سلام آقای خالیپور، خوبی؟ بفرمایید. خانواده خوبن؟ همه چی عدیفه؟ بله خانم نعیمی. آقا لیست خرید نخ داشتم، میگم یادداشت کنی. نخ داده که داده خانم نعیمی. غلط کرده نخ، برای چی نخ میدی؟ نخ رو باید جدی باش و رفتار کنی. ای بابا خانم نعیمی، من الان نمیتونم. بابا نخ یه چیزی داداش باید اینا نمیدونم. خانم نعیمی حسام نمیتونم. بعدن زنگ بزن. خانم نعیمی بچه‌ها خبری نشد. همین دیگه آقا، همین. اصلا اولویتتون این چیزاست. چرا یه آقای تماس گرفت گفتش که از دوتا بچه ها خبر داره، اطلاعاتش هم تقریبا دقیق بود. خدا حالا اینقدر هیجان زده نشید، شاید اونا نباشن. خب نه این بعدا زنگ بزن. خدافظ. خدافظ. اینقدر هیجان تو صداشه اصلا برو خودش نمیاره. حالا کی ازت مشتلق خواست؟ خانی با دادر بلا نمیدونم تا بکنیم کنیم بکنیم بکنیم. نه یه لحظه نگاه هم رفت به پشت. ببخشید دارم میرم، انقدر هولم نکن، یه کاری میکنی آخر میرم برده. خدا بابا عجله کن، دارم میرم دیگه. رفت دارو اینا خیلی قیافاشون خفنه. بابا جلو رو نگاه کن، تو جلو رو ببین. بابا یه کاری نوستم آدم این تو خامیزه. مرکز پلیس پیدا کنه جرأت نکنه به اون نزدیک شه. پلیس از کجا پیدا کنه این وسط؟ نمیدونم. خانم جلو آسانسور با استدینا پارکینگ شماره چندی؟ بله جلو آسانسور. پارکینگ؟ چطور؟ مستاجر جدیدی؟ مستاجر نه، ما مستاجر اینجا نیستیم. نه مشکلی پیش اومده؟ نه همه چی خوبه. چطور؟ آخه اومدین تو پارکینگ ما؟ به دلیل اینکه ما رانندمون هول شد، یکی از همراهای ما بارداره، استرس و فشار زیادی بهمون وارد شد، مجبور شدیم بیایم. کی بارداره؟ من باردارم، نمیدونی؟ آخه منم باردارم. حالا ایشون که هیچی، ولی ایشون سنشون بالا، حق دارین استرس داشته باشین. وا کنم درو؟ برای چی؟ برین دیگه. ما داشتیم میرفتیم. اگه اجازه بدیم خوب دور شن. چی دور شن؟ کی دور شن؟ منظورم اینه که استرس و فشار ازمون دور شه، با آرامش حرکت کنیم.
تو صندوق عقب هم زاو داری؟ نه زاو چیه؟ ایشون یکی از بستگانن، استرس و هیجان داشتن واسه اومدن بچه دیگه، ما کردیمشون این تو که کنترل شن. داخل صندوق که قابل کنترل بفهم. سلام علیکم. بردم. اینجا چه خبره؟ این کیه؟ بچه جدیده؟ نه نه آقای همسایه هستنشون. آه. بریم بابا جون جلو بشینیم دیگه شما چرا اینجا نشستی؟ جلو؟ من با تو با این ماشین با این خانواده دیگه اینجا نمیام. آقا نفرمایید، من خودم میشتم پشت فرمون. بفرمایید با هیچ کدوم هیچ جا نمیام. ناصر اگه نیا یا من نمیزام. مگه تو قرار بذار چرا نذاشتی همین دو قدم خودم بشینم؟ تازه قلعه ماشین اومده بود تو مشتم. بابا قلب من اومده بود تو مشتم، من همه امواتو به چش دیدم. مامان جون شما که جات راحته، بابای بیچاره چی بگه؟ عزیزم به من نگفته بودی محلتون خارج از شهره؟ واه بریم هتل خارج از شهر چی؟ اینجا دقیقا مرکز شهره، بعدم هیچ جا مثل اینجا برای شما امنیت نداره. اینا فروشگاه که فرموده بودی آخه این فروشگاه چه اینجوریه؟ چه جوریه ای بابا؟ بریم از این بزرگ زنجیره. زنجیره بزرگ؟ هر چی احتیاج داریم بگین، من اینجا براتون تهیه میکنم. نه من خودم باید پیادهش. مادر گوهر بیا باش برو، شاید پول نداشته باشه. من هستم، خیالتون راحت. دستت درد نکنه. چقدر این ناز داره. چی میگه؟ آه همینو میگین دیگه. نه یه دونه پنیر گرگونزلا. عزیزم چرا خوشگل زده گرگونزلا؟ پنیر باز نداریم. میذاره بهداش گیر میده. همین چند تارم که داریم برای مشتری میخوام بدیم بره. نه نه پنیری که ایشون میگه بهداشتیه. من گفتم اینا همه چی دارم من نداریم. خیلی خب باشه. زنگ بزن سفارش بده بیارن. بله 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 سفارش میدم، حتما سفارش میدم براتون. چشم. پنیر گورگونزولا دیگه. گورگونزولا. شما ساکت باش کوفل من. ببخشید من می‌خواستم بگم اگه امکانش هست اینو برای من بگی چه شکلی هست اصلا اینو بدونم. یه پنیر سفیده. سفید که داری؟ نه توش تیکه‌های سبز داره. مثل گز. آره مثل گزه، فقط اینا رو توشون کپک تزریق میکنن. کپک؟ این چه روانی بازیه که شما کپک بخوری با پنیر؟ آره باشه چشم، من اینو براتون می‌نویسم. بله ببین یه ماست یخ زده بده من برم. ما چیز یخ زده دست مردم نمیدیم اصلا ابدا. ما ماست تازه میدیم، خودتون برید یخ بزنید. یخ زده آماده منظورشونه. داریم یعنی داشتیم. همین پیش پای شما گلین خانم همسر مشقاسم برداش برد. گلین خانم که مسافرته. بچه بذار شما رو بتوکو پول ما بتارم. خیلی خب باشه بریم، فقط یه لاته ماکیاتو بده دیگه من برم. قفصه پشت رو نگاه کنید، توش پفک و چیپس اینا و ماکینه تو هست. اگر چه اینجوری هن اینا؟ میخواین شما برین خونه استراحت کنین، من از یه فروشگاه بزرگ همه رو تهیه کنم بیام. آره کلا آفرین به شما. شما نسیه خریدتون از ماست، نقد خریدتون جای دیگه است. عزیز من اگه من دارم میگم اصلا چرا اینجوریه، اصلا چرا نمیدونیم، به خاطر که من به جان مادرم خودم عمرانم اینا رو نشنیدم. آخه این محل جوابگوی اینا نیست، اصلا توی محل مرسوم نیست، کسی نمیدونه. به عنوان مثال آقا بفرما. آقا شما ببخشید میدونید لاته ماکیناتو یعنی چی؟ اولا اسمش لاته ماکیاتوه، بعدش هم من موکا میخورم چون لاته ماکیاتو خیلی کف میکنه. اتفاقا منم خیلی کف کردم. بله باز من براتون سفارش بدم. من خودم سفارش میدم براتون میاد. بفرمایید شما ماست یخ زده بود و گورگونزولا رو گورگونزولا لاته ماکیاتو. بله شدی بسری کوپول خوندت نکردم. سفارش آماده شد بگیم من خودم میام میبرم. ممنونم از لطفتون. بله شما بفرمایید، من خودم از این سنگم شده جور میکنم براتون میارم. بفرمایید. اسم ما از کجای دختره در آورد؟ موندم همینجوری. بچه هایی چی نخریدی؟ خیلی عجیبه. چی عجیبه باز؟ نه گورگونزولا داره نه لاته ماکیاتو.
نداره؟ نداره ولی من قرار شد تهیه کنم براشون، خیالتون راحت بشه. بفهم بریم الان که. سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما؟ سلام من بلقیس، کم پیدایی؟ یکم گرفتار بودم. گرفتار که همه گرفتاری. سلام علیکم. سلام مسعود جان، حالت خوبه؟ مادر میتونم چند دقیقه وقت تو بگیرم؟ نه الان مهمون دارم، باید برم منزل. معلوم نیست دوباره من تو رو کی ببینم، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. الان واقعا گرفتارم. مادر بیا برو ببین ننه بلقیس چی میگه، ما خودمون میریم. تشریف داشته باشین شما، تشریف داشته باشین. عرضم اینه که تشریف ببرین ولی با ماشین برین، شما برسونشون لطفا. کیف منو فقط لطف کن. ای وای متشکرم، خدا به داد برسه. آخه اینجا محله قدیمیه، خونه هاش همه کاگل خشتیه مادر، اگه دیر ترمز کنی رفتی تو اتاق نشیمن مردم. محسن حسرتون، نگران نباشه. ببخشید. الو. الو سلام، وقتتون بخیر. آرش هستم. ببخشید من دارم رانندگی میکنم، عادت ندارم پشت فرمون با تلفن حرف بزنم. این چی جستوی؟ بعدا تماس میگیرم. احتیاط کنم. ما در یه خواهش ازت داشتم. من نخدمت. من پسرم گچ کاره. بله. داشته گچ لغت میکرده. بله. موبایلش زنگ میخوره، حواسش به این موبایل پرت میشه، گچه خشک میشه، پاش میشکن. ای داده بر من، تو ارتفاع حواسشون پرت میشه، تعادلشون از دست میدن، سقوط. نه مادر، این همکارش میان با بیل و کلنگ گچو بشکنن، میزنن پای بچه برمشکن. آقا این پریشو گفتید گروه گروه چی بود؟ گروه گنزلا. یعنی الان از کار افتاده هستن. شما خودتون شغلی نداری؟ من لیف میبافتم، کیسه میدوختم، الان همه گربه شون میکنن، کسی نمیخره دیگه. چه کمکی از من برمیاد؟ یه وام برام درست کنی. وام؟ سند دارین؟ نه. پس چک دارین؟ یه پنیه گروگونزولا بود یا گروگونزلا؟ گروگونزلا. گونزلا. دست شما درد نکنه. دست چک برمودی ندارین؟ ندارم. جواز کسب دارین؟ نه. کسی داریم بیاد زامن بشه؟ ندارم. اقساطو میتونید پرداخت کنید؟ تلاش خودمو میکنم. بله ستودنی. با 2 تومن کارتون را میفته دیگه. نه 15 تومن. 15 میلیون. بله. بابا این پنیر شو بزید. عزیزم نمیخوایم پنیر، نمیخوایم پنیر، تموم شد. اگه میشه بکنش 22 و 15. نه همون 15. یه چونه نه عالیه. 15 بنده. پدر جان سلام. بفرمایید بفرمایید، خونه خودتونه. ببخشی چه کاری میکنید؟ مگه نمیبینیم اون زاو داریم؟ با عزیزم زاو چیه؟ پا به ما. ما پا به تو بیم، پا به ما یعنی چی؟ اینا طول میکشه تا این چیز حالیشون بشه. این توضیح. بفرم. عزیزم اینجاست؟ نه اینجا که نیست، یکم توتره. آها. خوشگلم، شما نمیام؟ نه خیلی ممنون، من میام خدمتون. یه مورد توجیهی حلش میکنم میرسم. با اجازه. دفعه قبل داشتم درس میخوندم، گفتم سر و صدا نکنین، سر و صدا کردین، گفتم بچه‌ام ایرادی نداره. الان مهمون اومده، میخواین بازی کنین بازی کنین، ولی آروم. صداتون زیادی بیاد بالا چی میشه؟ شاکی میشید. شاکی بشم چی میشه؟ کارم اونجا نمیرسید گوهر خانم، ما ساکتیم. خیلی آفرین به شما. ماشین رو نگاه کنی؟ حالا به من نگاه کنی؟ ماشین رو دیدی؟ بله. شیشش پایینه. بله. چشم از رو ماشین بر نمیدارید. باریکلا. الان شما دارین چی رو نگاه میکنی؟ چشم به ماشینه. ببین من تعداد خطای روی ماشین رو حفظم، توپ بخوره خش بیفته شما میدونید. ما آفرین. آخ
وقتی آریا گفت پسرم کلا برداشت شد و کمرم داد شد جیگرم سوراخ سوراخ شد. ما در خاندان اون همچین چیزی نداشتیم. میگی نه خانم، برو از بلقیس بپرس، بپرس ببین ما چقدر آدم های دست به خیلی هستیم. بابا آب دست درد نکنه بابا. آخه آقا ناصر معتمد محله، بعد مردم خیلی روش حساب میکنن. تازه فقط این محل که نه، همه محله هر کی بخواد رو هر کی حساب کنه میگرد آقا ناصر پیدا میکنه. چقدر سرکوب میزنی هوری جلو مهمون. بده ایشالا جز جگر بزنی کسی که بچه معصوم منو برد و کلاوردار تحویل داد. ببخشیدا ببخشیدا، کوهیار اصلا کلاوردار نیست. این قربونش برم کوهیار. والا شریکش سرش کلا گذاشته دیگه، این مونده و طلبکارا. آره آقا جون ایشالا حل میشه مشکل کوهیار، میاد میبینیمش. آره همین حسش ایشون من به من میگه که این کوسار بالاخره پیدا میشه. یار بابا جون یار، بابا حالا هر کوفتی دیگه کو داره، من دارم احساساتی حرف میزنم. ببخشی چی شد؟ من وقت چای لاتمه. لاته؟ اینه منم الان وقت چای لاتیمه. هر کی چای میریزه قربونش هم دوتا بریزه. بابا جون این چای لاته که میگه شیر داره توش. شیر نه، شیر نه، چای لاته واسه من بریز از اون نبات حبیب آقام توش حل کن. وای خدا به من صبر بده. ببین شما نوه منو وردار، برو استراحت کن، این بار بار شیش است، از پا میفتی. یا من خیلی خسته شدم. ببخشید اتاق مهمونتون کدومه اون وقت؟ اتاق مهمونمون کدومه؟ مسعود خان اتاق مهمون شما بیاین تو اتاق من فعلا بمونین. آره آره برو تو اتاق گوهر، تا اونجا یکم خستگی برو بگیری، من خرس و ور میدارم، بعد بیا جای خرس بخواب. خرس؟ نه از این خرس عروسکی با مزات و بالا سرش رو جا خوشگلم. یه لحظه شما خوشخوابت از این حافظه داراست اون وقت؟ نه گلدار ولی هست، ولی میتونم ملافش هم دازه برات عوض کنم. بیا قربونت برم. بیا برو. آره ملافش گلداره واسه لالایی میگه وارش شیشه. ما داریم بلقیس چه کارت داشته؟ هیچی بنده خدا، یه مشکل کوچولویی داشت با ما مطرح کرد. بابا تو بهم میگی مشکل کوچولو؟ بابا نکن نکن، این جماعت توقعشون بره بالا، فردا این پشنه در خونه منو بدبخت در میارم. هرچی پول عروس خرسیه اینو کار رو من... خیلی خب تو به بابات کار نداشته باش، قربونت برم، ایشالا دست به خاک میزنی طلا بشه. اینا خیلی گرفتارن، خوب کاری کردی مادر. ما خودمون از همه گرفتاریم. پاش برو بار شیشه نشکنه، پاش برو مواظب این نوعروس بنده خدا باش. بفرمایید. دستور صادر نکنه. ببین هرچی مادرت میگه به حرفش گوش نکن، این نمیفهمه بابا. ببین من بعد 2000 پول باید 1000 تا پشتک بارو بزنی. سخت نکن بابا. دستم بابا. دستم. پسرم. همیشه باید من شرمنده کنی. این بابای پیره چجوری از خجالت تو در بیاد. من گفتم مهمون دارین. دست و بالتون خالی نباشه. آخ راست گفتی مهمون داریم. نه گوش داریم، نه برنج داریم، نه میوه داریم، نه بونچند داریم. میخریدیم. یه خودت تهیه کن اینا رو من. میخریدیم من شما ندارم. چه فرق میکنه؟ آخه بابا با این اصلا یک کیلو گوشت هم نمیشه خرید برای این جماعت. کمه. من نقدی همینو دارم دیگه. خدا برکت بده. باده باشه. خودم یه جوری بقیهشو جور میکنم. دست درد نکنه. بابا درسته باشه. به مادر چیزایی ها. نه نه بین من شما. آفرین. من اینا رو میبرم که کمتر مزاحم شما بشم. نگار جون کار دیگه با من نداری؟ نه عزیزم. خب خدا سلام. خوشگلم. بله. اون مانتو و شال بود من دادم به شما. بله. بندازش تو ماشین لباسشویی، اون وقت نرم کننده و تثبیت کننده رنگم حتما بریزش. کار دیگه نداری؟ نه عزیز دلم. عزیزم. بله. شما اینترنت پرسرعت دارین اون وقت؟ سرعتش که پر نیست ولی اینترنتش هست. پس و؟ بله خواهش میکنم. زنی گوهر خاخو دوتا او البان. کار دیگه نداری؟ نه عزیزم. عزیزم بله.
چای لاته بلدی شما؟ آره بلدم. همین چایی که تو شیر میرزن و دارچین و هلو یه میخک و اینا بله. یه دونه بی زحمت. بله فقط شفاهی نبود. عملی هم میخواستین. کار دیگه ندارین اون وقت؟ یواش. چی شد؟ هرچی خواست بهش دادی؟ مامان چیزایی که این میخواد سه تا وام بدون بهره باید بگیریم که خودش 9 تا زامن میخواد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر خواستهاش زیاده؟ زیاد نیست خواسته هاش. خواسته هاش همه رو قبلا داشته. مشکل اینه که خواسته های اون الان برای ما آرزوه. یعنی کاری براش نمیتونی بکنی؟ چرا میتونم انجام بدم؟ من تلاشمو میکنم با شبیه سازی که دارم یه چای لاته براش درست کنم چون میخک نداریم. تلاشمو میکنم. وام چی میگی؟ برو هر کاری میکنی بکن. آخه مگه من بیکارم خودم گم شده باشم و خودم آگهی بدم که خودم خودمو پیدا کنم؟ یعنی حتما باید همونا باشن؟ یعنی چی که حتما باید همونا باشن؟ معلومه که باید همونا باشن. خب ما بیکار نیستیم که آگهی بدیم. شما دنبال نیمه گم شده تون هستی؟ نه خیر، دنبال نیمه گم شده نیستم. بیکاری. این مردم یه سریاشون بیکارن واقعا. این آقا مسعود هم واسه ما دردسر درست کرده. این کارگاه کم بود همین مزاحم داشته باشه فقط. چه میگن؟ هر کدوم یه چیزی میگن آخه. ولی یه دونه‌شون 50 بار تا الان زنگ زده. 50 بار؟ آره بابا 20 بار اول زنگ زد، بعد میگفت پیدا شدن، میگفتم نه. میگفت چه حیف، تق قط میکرد. گفتم بذار بهش بگم پیدا شدن که دیگه زنگ نزنه. 30 بار تا الان زنگ زده، بهم میگه پیدا شدن، منم میگم آره، میگه ایول، قط میکنه. گفت ایول. وای خدا بکنم یارو که میگه دوباره زنگ بزنه. زد خودشه. بذار دوتا فاشش بدم. بده به ما ببینم. اما صدای مرد رو بشنم. من دومشو میزنم رو کلشون میرم. فقط یه صدای کاریزماتیکو داشته بار. الو امو، برای چی زنگ میزنی؟ قطع میکنی زنگ میزنی؟ آقا من گم شده دارم. آخه عزیزم، هممون گم شده داریم. خب نگاه کن، از صداد میاد که خیلی پسر با عشقی باشی. یا صدای شما هم جذابه. ما نوکرتم، نه اماده دوک صدا داریم. بعضی موقع ما بچه ها دوره هم جمع میشیم، ساز با بچه ها دوره هم جمع میشیم. چیه؟ فکر دیگه مزاحم نشه. آمو شما دیگه اینجا تماس نگیر، زنگ نزن. منو بپیچونی؟ نه شمارت افتاده، من خودم با تو موبایل خودم برات میس میندازم. ها نوکرتون، فقط اسم شریفت هم به ما بگو، ما بشستیم که میخوایم با همه عشق و حال بکنیم. کوچیکت فرامرز. آقا فرامرز گل با عشق، عزیزمی، نوکرتون. چشم در تماسم. کاری باری نوکرتون، خدافزت باشه. تماس. شما هلاکش کردی یا نابودش کردی اصلا؟ آخه کی به مزاحم تلفنی میگه نوکرتم چاکرتم؟ خانم نیمی، فاش میدادم بدتر لج میکرد. قشنگ با آرامش با رفاقت کارا پیش میره. سلام. سلام. چه خبر؟ آقا این شماره ها که برای آگهی فرستادیم همشون از کار افتادن، آقا زنگ میخورن. دادیم زنگ بزنن دیگه خانم نیمی. آقا آخه بیشترشون مزاحمن. اونی که گفتین خیلی مشخصاتش نزدیکه اون چی؟ نه آقا اون خیلی اطلاعاتش دقیقه. اون میدونه بچه‌ها کجا گم شدن، چه سالی گم شدن. مشخصات چی داد به شما؟ شماره تلفن داده، بعد مغازش سمت مولوی پرنده فروشی داده. زنگ بزن قرار روزو من الان برم پیشش. خدا خیرت بده. آقا این چیزه ها الان بری نمیرسین که مغازه رو میبنده. فردا نگفت که باز میکنه؟ تقریبا 9-10 باز میکنه. 9-10 ده خوبه، برای 10 باش قرار بود. بلد. خدا خیرت. پس ما تو گروه اعلام بکنم فردا کلاس ساعت 9 تشکیل نمیشه؟ من کلاس اصلا یادم رفته بود. خانم نعیمی لطفاً بذارید برای ساعت 12. کریم خدا خیرت بده. من مگه نهار میخوای بری اونجا سر زوری؟ چه آخه نگاه بک، همون ساعت 10 کلاس تشکیل بشه بهتره، بچه‌ام برای امتحان نخوندن. امتحان من سوال طراحی نکردم. خانم نعیمی کریم خدا خیرت بده. بیام یادت نبود؟ الو سلام خوبی؟ سلامانی، چرا تلفن خونه رو جواب نمیدی؟ برای اینکه خونه نیستم. گوشی ببین، گوشیم خرابه، از این هنسفریام ندارم. رو پخشی بگو. برنگرد خونه. یه چند نفر از این طلبکار جهده افتادن دنبالمون، خیلی هم زرنگن. رفتن سراغ پدر مادرم، گولشون زدن، بهشون گفتن خانواده واقعی منن، هر لحظه ممکنه بیان سراغ تو. ببین سراغ منم اومدن. ببخشید صدات بد اومد، یه بار دیگه میگم اینا اومدن سراغ من و طلبکارا ریختن تو خونه، بعد اینا منو فراری دادن، الان هم اومدن خونه همینا. عزیز من چرا رفتی خونه شون؟ اصلا کجا میرفتن؟
تو یه تپهی بدون طلبکار گذاشتی واسه من اون وقت؟ یه زن تنهایی پا به ما. آخ چه جوری به اینا اطمینان کردی؟ خواهی یه موقع بالا ببینم الان تو اتاقی چیزی حبسی؟ نه بابا حبس چیه تو هم؟ تو حیاتم درم چارتاق وازه. بگیر نگاه کن، اینا خیلی بهشون میاد خانواده واقعی تو باشن. با کلاس و مایدار اینا. چیزی لازم نداری؟ نه. گوشی؟ از وایسا اینا الان یکیشون اینجا من اومدم اینور وایسا ببین اینا ته داغونن خونهشون انقدر پایینه ها من با نقشم نمیتونم برگردم گویا کی میای دنبالا این راستش من خودم هم جای درست درمونی ندارم این طلبکارا کم بودن یه پلیس هم برام کابوس شده بابا همه مخفیگاهامو پیدا کرده اگه فکر میکنی امشب اونجا امنه بمون من خودم فردا صبح میام دنبال آخه کویار اینا نه اسپرسو ساز دارن نه خوشخواب دارن نه صندلی ماساژ صندلی ماساژ اسپرسو کدومه بابا الان اینجا که من اصلا فرشم نداره همین 10 دقیقه پیش تو آفتاب مسیا بود چه خوردیم خوردیم میخوای بیام دنبالت بیا اینجا نه حداقل اینجا یه دوشک گلمنگولی دارم تا فردا یه جایی پیدا میکنی ها باشه باشه ولی فقط خیلی و اینا قاطی نشه اطلاعات چی دیده شد؟ بله باشه چیم؟ ترسیدی؟ نه چیم بگو؟ چشم کیه؟ اومدم هیچ کسی چی نگه تا وقت من اونجاست من سلام علیکم آقا ناصر آقا ناصر آقا ناصر بزرگ محل واقعا ماشاءالله بهت قربونت برم الهی من ببین تمام همسایه‌ها موندن که تو همچین پسر کاردرستی داشتی بابا دمت گرم بابا ایوان والا پسر من چیکار کرد آبا منم پسرم چیکار کرده ببین عزیزم ننه بلقیس به ما گفت پسرت با یه تلفن چیکار کرده خب بگو بهش آقا ناصر چرا خودتو به اون را میزنی خدا خیرش بده پسرتو تلفن زد به اون آقا گفت پدرم در جریانه اون آقا هم کار منو دو دقیقه انجام داد. خدا عوضش شده. اونو میگی؟ بابا اون که کاری نکرد. چرا لطف کرده. خیلی ممنون. همتونو درست کنم. ببین. یه باقی هم باید. عوضاتونو بنویسیم. بدیم به ما هم خواهیم. آقا من در خدمت هم بنده اینجا چی کارم؟ بنده الان نماینده اینا اونجا. اجازه بفرمایید شما. بنده لیست کردم. لیست درخواست های تمامی همسایه ها رو هر کدوم هم که پیش پرداخت این جلوش نوشتم خدمت شما این هم خدمت جناب عالی برو خالش رو ببر بیشتر که نمی کنه منه همه دیگه بعد با این پول آره نه آقا جون ببین با این پول نمیشه قربونه با این نمیشه ببین من هیچ کاری نمیشه یعنی چی با این پول نمیشه آقا اجازه بدید وایس بیا آقا ناصر بیا نرو عزیزم بیا هی میری میای بله من میکشی آقا کمه دیگه حالا یک پسری تو پیدا کردی گم شده بوده چه خبر تقدر قیافه میگیری انصاف داشته باش این پول یارانه های این بدبخت هاست گناه دارن اینا بگیر حل کن کارشونو محبت من داری سو من اگه کاری بتونم براتون بکنم که میکنم ولی با این پول نمیشه خودش به به سلام خسته نباشین سلام به خانم آرسته خیلی خوش آمدین آقای دقیقه من توی دانشگاه درس میخونم آه
به درستون ادامه بدیم. باشه. آقای دریانی. بله بله. چیزی میخواستیم به من بگین؟ نه. آقا من احساس کردم یه چیزی میخواییم به من بگین یادتون رفته. ببخشی مگه من آلزایمر دارم یادم بره؟ نه دیدم از اونجا خب بلند شدین اومدین اینجا حتما با من کاری داشتیم. این اول این دوتا شما رو چرا میکردم میگم چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ خانوادتون مخالفت کردن؟ من همچین حرفی زدم؟ نه قرار بود من حرف زدم. شما نمیخواستم حرف بزنم، میخواستم با پدرتون حرف بزنم. اگه ممکنه اجازه بدین من بیام خونتون با پدرتون صحبت کنم. من بعد خودم به شما معرفی کنم که شده به دست و پاش میافتم خودم. یعنی اگه به دست و پای بابای من بیافتین فکر نمیکنه پسر متواضع و شایسته ای هستین؟ برعکس فکر میکنه خیلی خنگول و دست با چلفتی تشریف دارین. خب بلند میشم تو روش نگاه میکنم قشنگ صحبت میکنم خودم معرفی میکنم بعد بهشون توضیح بدم دیگه. خواهش میکنم بذار من بیام. حرفی که من میخواستم بزنم منبع به این موضوع نبود اصلا. خواهش میکنم این موتور رو میخواستین بر من توضیح بدین بفهمین. اول میشه حرفم بزنم؟ خواهش میکنم بفهم. ببینین اون دانشگاهی که من تنها براش فرستادم توی خارجه بورسیه منو قبول کرده و میخواد همه هزینه ها رو تقبل کنه. چون الان جدی شده من یکم استرس گرفتم اصلا دقیقا نمیدونم باید چیکار کنم. خب اگه بحث اجازه و این صحبت ها باشی که خب من کاملا مخالفم. ببینید من یه سری تعلق خاص مخصوصا پدر مادر اینا به اینجا دارم که نمیتونم به این راحتی ول کنم. با شما پاشم بیام بریم خارج از کشور. دقیقا چی داری میگین آقای دریانی؟ بابا شما گفتین نظرتو بگو منم دارم نظرم میگم. میگم من یه سری تعلق خاطر دارم اینجا پدر مادر دارم نمیتونم این راحتی ول کنم. من که شما توضیح بدین توجیه هم بکنین یا اگه شد مثلا با هم دیگه بریم خارج از کشور. بله. آقای اعتماد به نفس. بله. مگه شما نگفتی یه دوستی خارج از کشور داری؟ من خیلی دوستام خارج از کشور. نه اون دوستی که گفتی یه طرح برده دانشگاه خارج بورسیش کردن قبول کردن طرحشو. آها آخه به تو نگفتم؟ بدبخت شد بیچاره. اول از همه که طرحشو دزدیدن بعد از دانشگاه اخراجش کردن. الانم یه الکلی معتاد وسط خیابون آس و پاس. اصلا یه حالت وحشتناکی. به نظر من تمام کسایی که اینجوری میرن خارج از کشور همچین بلاهایی سرشون میاد. ولی خب مثلا آدم اینجا باشه در کنار هم مثلا تفاهم فکری داشته باشه. اون با خیلی ها ازدواج هم حتی کردن رفتن خارج از کشور بر پیشرفت. اینجوری فکر کنم. شما مگه خودتون نمیگفتین خیلی راضیه؟ من گفتم؟ بله خودتون گفت. نه مواد که مصرف کرد شاد میزد میگفت همچی خوبه. بله سلام امو. سلام برسیم خود. چرا؟ باش سلام امو. چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ سلام برسیم. کجا داری میری؟ بابا اوری خانم عزیز ده من که این گوشی نیستن اونو واسه هم میخورم چه جلو همه پاچه آفر شما به من داداش گوهی هم یه نهار با هم میخوریم اینقدر خوش میگذره یه نهار دبش خوشمزه ها راست میگه نه عزیزم دلت میگه من سر دیگه من هم هنگم گفته نیم ساعت دیگه میام مشکل دیگه بزن بعدن چرا بعدا هی بعدا میکنی دیگه من میگم شما وایسا ناهار رو با داداش کوهیار بخورین داداش مسعود میرسه من ماشین از داداش مسعود میگیرم تو داداش کوهیار رو میرسونم بهترین اصلا کوهیار انقدر غذا هست من همونی که خودت گفتی میپزم چهار پیمونه عدس یه دونه سیب زمینی بخار پس ادویه و نمک مقدار لازم بابا خوش مقدار لازم بس دیگه خانم جون شما خودت فردا روز مادر میشی من مادرم باید بچه‌مو ببینم یا نه 5 دقیقه وقت بده بذار یه فرصت دیگه ناصر یه چیزی بهش بگو چی؟ خانم لطفا نرو امین
خودت رو تیک پاره کردی که فقط همینو بگی. بابا من چی بگم؟ حرف بزنم میگه حرف بزنم. تلکی سه تو کوچه ای اومدم. برو میری؟ خب ببین که دمه در بزنش. عزیزانم اجازه بدین شما تا دمه درم نیاین چون که کوهیار اصلا پیاده نمیشه از ماشین. خدافظ. خدافظ. خدا شب شما دیگه. سلام. ایفا کوهیارم. آنی. ددیته ددی سیسی حواست به این چمدونه من باشه ددی